فصل اول کتاب هشتم با درس یادآوری عددهای صحیح شروع میشه. هدف اصلی این درس اینه که فضا رو آماده کنه برای سه درس بعدی که محتواش عددهای گویاست، هم معرفیش، هم جمع و تفریق، هم ضرب و تقسیم. در کلاس هفتم بچه ها عددهای صحیح رو یاد گرفتن. البته مقدمش در کتاب ششم هست، در کتاب هفتم کامل میشه، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم هم مطرح میشه. توی این درس فشرده این مباحث یادآوری میشه. یکی دو تا نکته محاسباتی هم گفته میشه که خب سال گذشته به این دو تا موضوع نپرداخته بودیم. امسال با این یادآوری وارد درس عددهای گویا میشیم. بریم ببینیم که تو درس اول چه موضوعاتی از کتاب هشتم یادآوری از کتاب هفتم یادآوری شده که مورد نیاز هست برای کتاب هشتم. خب درس اول ما یادآوری عددهای صحیح هست. توی این درس همونجور که عرض کردم قصدمون اینه که خیلی سریع موضوعات مطرح شده کتاب هفتم رو مرور کنیم. چه چیزی رو بعد مرور کنیم برای بچه ها؟ بچه ها تو کتاب هفتم یاد گرفتن که برای این حرکتی که روی محور انجام میشه یک عدد متناظر کنن. این شبیه همون چیزی که قبلا به عنوان بردار عددهای صحیح میگفتیم. اینجا دیگه الان ابتدا و انتهاش برامون مهم نیست. ما داریم میگیم توی این حرکت برای مثال دو واحد حرکت کردیم به سمت چپ، به سمت منفی ها، بنابراین عدد متناظر با این حرکت ما میشه منهای دو. یا اینجا که برمیگردیم رو خودش مثل همون بردار این صفر رو نشون میده، اینجا یک واحد حرکت کردیم در جهت مثبت ها مثبت یک رو نشون میده. این اولی مطلبی که برای بچه ها یادآوری میکنیم. مطلب دوم بحث قرینه است. بچه ها قرینه رو یاد گرفتن قرینه هر عدد هم خودش میشه، علامت قرینه منفیه، اینو قبلا یاد گرفتن و میدونن مثلا منهای 7 جوابش میشه مثبت 7، قرینهش کنیم دوباره میشه منهای 7. مطلب دیگه که یادآوری میکنیم 4 عمل اصلی، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم با مثال خیلی ساده، مثلا منهای 16 به علاوه 12 چجوری این جمع رو انجام میدادیم. انتظار داریم دیگه بچه‌ها اینجا یواش یواش بعضی از محاسبات رو هم ذهنی انجام بدن، با مهارت انجام بدن. خوبه که به بچه‌ها فرصت بدین کارهای ذهنی انجام بدن و توی کلاسشون تمرین کنن. ترتیب انجام عملیات یادآوری شده. این موضوع در کتاب ششم گفته شده، در کتاب هفتم تکرار شده، اینجا هم دوباره یادآوری شده، چون مسئله مهمی، احتمال داره بچه‌ها اشتباه کنن، فراموش کنن. از بچه‌ها اگر سوال کنه ترتیبو حتما بهتون میگن، اما اینکه بتونن اینو به کارش ببرن مهمه. این تمرین‌ها هدفش اینه که بچه‌ها اون چیزی رو که به ترتیب میتونن بگن میتونن به کار ببرن یا نه، تشخیص بدن مثلا اینجا ضرب مقدمه، اول باید ضرب رو انجام داد بعد بریم سراغ تفریق. حالا یه نمونهم تو بخشش انجام شده برای بچه‌ها که باهاش آشنا بشن. دیگه چی لازمه یادآوری بشه؟ اینکه ما اگه بخوام یه عبارتی رو محاسبه کنیم، جمع و تفریق کنیم، چیکار میکنیم؟ توی کلاس هفتم دیگه به این موضوعات خیلی مفصل پرداخته نشده بود. اون دو نکته‌ای که گفتم خدمتتون اینجا میخواد اضافه بشه همینه که اگر یه عبارت به ما دادن، ما می‌خواستیم محاسبهش کنیم، چیکار باید بکنیم؟ روش‌های مختلف مطرح شده. همونجوری که قبلا هم تاکید شده در کتاب‌های و برنامه‌های جدید ریاضی خیلی تاکید شده رو تنوع روش‌ها. بچه‌ها یه موضوع رو از روش‌های مختلف یاد بگیرن. برای مثال منهای 43 به علاوه 37 منهای 29 رو اگه بخوایم حساب کنیم راه‌های مختلف داریم. از اول دو تا دو تا بگیریم، از آخر دو تا دو تا بگیریم بیایم جلو، منفی‌ها رو با هم بگیریم، مثبت رو جدا بگیریم. یا این روشی که در کتاب هفتم به کمک جدول ارزش مکانی مطرح شده، مثلا منهای 43 رو می‌نویسیم منهای 40، منهای 3 37 رو می‌نویسیم مثبت 30 مثبت 7، بعد زیر هم اینا رو با هم 10 تایاشو با هم جمع می‌کنیم، یکیاش هم با هم جمع می‌کنیم. اینم یه روش محاسبه است. پس مرور روش‌های محاسباتی، اینکه تنوع روش داشته باشیم. حالا نکته‌ای که اضافه میشه اینجا اینه که بچه‌ها حواستون باشه اگه خواستید چیزی رو محاسبه کنید، قبل از اینکه دست به کار بشین، دست به قلم بشید، یه نگاهی به عبارتتون بکنید، ببینید که این عبارت راه آسان‌تری هم داره، راه بهتری هم داره. برای مثال من دو تا از مثال کتاب رو اینجا براتون طرح می‌کنم. مثلا توی این تمرین منهای 40 به علاوه 35 به علاوه 80 منهای 17 منهای 40 داریم توجه بچه‌ها رو به این نکته جلب می‌کنیم که منهای 40 و منهای 40 رو اگه نگاه کنید میشه منهای 80، با مثبت 80 قرینه است، میرن چی میمونه؟ 35 منهای 17. یه محاسبه خیلی ساده است. یاد اینجا برای بچه‌ها روش گوس مطرح شده، کاری که گوس انجام داده بود، این تکنیک رو به خرج داده بود که از 1 تا 100 رو چجوری جمع کنیم. 1 رو با 100 بگیریم، 2 رو با 99، 3 رو با 98، اینا عددا جمعشون میشه 101. چند جفت 101 داریم؟ 50 جفت.
پس میشه 50,101. گوس به این ترتیب 1 تا 100 رو جمع کرده بود. ما همین روش رو داریم اینجا ترویج میکنیم و برای بچه‌ها توضیح میدیم. من یه نکته اینجا توضیح بدم، خیلی مهمه، توجه کنید به این نکته که هدف ما از طرح این مسئله ها و این تنوع روش ها و اینکه بچه‌ها فکر کنن، روش خودشون پیدا کنن، برای جلوگیری از اینه که بعضیا تو کتاب کمک درسیشون، تو کلاس های فوق العاده شون هی به بچه‌ها فرمول میگن، اگه 1 تا 100 خواستین جمع کنید فرمولش اینه، اگه 1 تا n مثلا خواستین جمع کنید n در n به علاوه 1 دومه، اگه عددا فرد بود این میشه، اگه عددا زوج بود این میشه، اگر مثلا سه تا سه تا بود این میشه. ما میخوایم شما رو پرهیز بدیم از این فرمول کاریا، از این فرمول نویسی ها. هی به بچه‌ها فرمول بگیم حفظ کنن، آخرش همیش کدوم یادشون نمیمونه. این آموزش صحیح ریاضی نیست. آموزش صحیح ریاضی اینه که شما فرصتی فراهم کنید تا بچه‌ها خودشون این روش‌ها رو کشف کنن و بهش برسن، بعد به کارش ببرن. این ترویج این موضوعه. بله، ما قایق قصدمون بود که فرمول بگیم، خب خیلی راحت میگفتیم فرمولش میشه n در n به علاوه 1 دوم. خواهش ما اینه که شما هم این کارو نکنید، به بچه‌ها فرمول نگید، الگویابی، روش‌های مختلف حل مسئله رو با بچه‌ها کار کنید واجب تره. خب ادامه مطلب رو ببینیم. یک موضوع دیگه هم اینجا مطرح شده، منهای 3 مربع مثبت 7 مربع 2. گفته به جای این مربع‌ها علامت مثبت و منفی می‌خوام قرار بدیم. مثلا سوال می‌کنه اگر عبارت بیشترین عدد رو بخواد داشته باشه، بیشترین حاصل رو بخواد داشته باشه، ما این علامت‌ها رو چیکار باید بکنیم؟ اگه بخوایم کمترین حاصل رو داشته باشه چیکار باید بکنیم؟ بچه‌ها توی این فعالیت یه نوعی تعیین علامت رو کار می‌کنن، آشنا میشن باهاش، علامتش رو تعیین می‌کنن و یاد می‌گیرن که چه موقعی از مثبت، چه موقعی از منفی استفاده کنن. از این نمونه هم خب توی کتاب هفتم یه نمونه بود، اینجا کاملترش مطرح شده برای بچه‌ها و بهانه برای اینکه درس عدد صحیح یادآوری بشه. قسمت تمرین ها هم تمرین ها نکته مهمی که داره اینه که میخوام اینجا توجه بچه‌ها رو به این جلب کنیم که هر عدد طبیعی در واقع نوع عدد صحیح هم هست. توجه میدید به بچه‌ها که اول عدداشون رو ساده کنن، مثلا رادیکال 4 بگن مساوی 2، بعد اظهار نظر کنن که طبیعی هست یا نیست، صحیح هست یا نیست. بقیهش دیگه ترتیب انجام عملیات محاسبه است، پر کردن یه مربع وفقیه و جواب دادن به یه سری سوال ها. من درس رو جمع بندی کنم. توی این درس بچه ها عددهای صحیح براشون مرور شد، آماده میشن برای اینکه وارد فصل عددهای گویا بشن. تو درس بعدی از همین مفاهیمی که یادآوری شد استفاده میکنیم تا عددهای گویا رو به بچه ها آموزش بدیم.